Hello, everybody. I hope you're doing fine and having a great time. We're just sorry, we had a little bit technical problems. So we're supposed to go through Paris's sorry, my page on Instagram, but for a technical problem, actually, we're doing through the Paris's page. Anyway, tonight I want to talk to Parisa Tahiri, who is an Iranian enabling artist who was born in 1984 in Isfahan, Iran. At the age of 9, Parisa was diagnosed with a known disease called muscular dystrophy. And although the disease was unknown and progressive, she continued her education until her bachelor's degree in banking management. She's been on a wheelchair since she was 20 years old. She's been working as an enameling artist for 7 years now. Parisa did her best to get a job, but unfortunately, for many reasons, including the lack of attention from the authorities to create jobs for disabled, she couldn't find any job so far. After a depressing period, this active and creative artist didn't sit idle and pursued her interest in the art of enameling, and it's currently working as one of the well-known enameling artists in Iran. If you want to find out more about Parisa, you can go up to her page on Instagram and figure that actually I'm gonna have a conversation with. The entire conversation is gonna be in my mother tongue Farsi, and thank you very much for watching us. دوستان فارسی زبان سلام، من برنا کازرانی هستم از شهر ملبورن، امیدوارم که خوب باشین از استرالیا. میخوام با پریسا طاهری، یه هنرمند ایرانی که در سال 1363 در استان اصفهان در ایران به دنیا اومده گفتگو بکنم. پریسا در سن 9 سالگی دچار یک بیماری ناشناخته به اسم دیستروفی عضلانی شد. با اینکه بیماری ناشناخته و رو به پیشرفتی بود، تحصیلاتش رو تا مقطع کارشناسی مدیریت بانکداری ادامه داد. او از سن 20 سالگی ویلچر نشین شد و او الان 7 ساله که کار میناکاری رو انجام میده به بهترین نحو. پریسا با تمام تلاشی که برای استخدام و اشتغال کرد، ولی متاسفانه به دلایل خیلی زیاد از جمله عدم توجه مسئولین برای ایجاد شغل برای معلولین موفق به اشتغال نشد. این هنرمند فعال پس از یأس از استخدام بیکار ننشست و به دنبال علاقه خود که هنر میناکاری بود رفت و در حال حاضر مشغول هنر اصیل و زیبای اصفهانی میناکاری است. میتونیم بعد از که ما گفتگو کردیم گفتمون تموم شد به صفحه خود پریسا بریم و در حقیقت ببینیم که من با کی دارم گفتگو میکنم. پریسا سلام و بالاخره ما موفق شدیم، چطوری؟ سلام بانای عزیز، ممنونم، مرسی. بذار که یه سلامی هم بکنیم به دوستایی که اومدن تو لایو. خیلی ما تست کردیم تا بشه این لایو رو برگزار کنیم، انشالله که لایو خیلی خوب از آب در بیاد. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. خیلی متشکرم که پذیرفتی در حقیقت تو برنامه من باشی و بسیار برای من جالب بود. ببین، من وقتی توی اینستاگرام، من خودم با هنر میناکاری اصلا آشناییت ندارم و برام خیلی مهم بود که حتما یک آرتیست از ایران یا حالا از جای دیگه بتونم پیدا بکنم که باهاش گفتگو بکنم. همینجوری داشتم تو این تگای اینستاگرام مثل بقیه مهمونا که در حقیقت پیدا کردم داشتم میگشتم و اولین پروفایلی که در حقیقت اومد دیدم تو هستی و بسیار برای من این قضیه جالبتر شد وقتی دیدم که تو با وضعیت در حقیقت جسمی که داری به خاطر معلولیتت کارات خیلی عالی و خیلی خوب هستش و گفتم نه، من هر جوری شده در حقیقت با این خانم یا آقا، چون نمیرسم در حقیقت چون اون یکی سفر کی خانم یا آقا هستش، گفتگو بکنم. برای من توضیح بده میناکاری یعنی چی، اصلا برای چی اسمشو گذاشتم میناکاری؟ میناکاریو میگن هنر خاک و آتش. حالا خاک و آتش یعنی چی؟ یعنی اینکه متریال اصلی میناکاری فلز مس هست و فلز مس یه جورایی میناکاری کلن از صفر تا صدش کار هنرمنده، یعنی یک کار فوتوکوپی یا دستگاهی نیست. اول مسگر میاد ظرف مس رو به وسیله چکش و اینا حالت میده، بعد میبرن کوره. وقتی کوره بردن یک لعاب سفید رنگی میزنن به ظرف که بشه مثلا ما نقاشی کنیم.
وقتی که دوباره لعاب زدم میره کوره دوباره میاد. وقتی که اومد ما با رنگای مخصوص میناکاری، بعد رنگای مخصوص میناکاری رنگ اکسیده به صورت پودره، ما به یه با یک موادی به اسم بس میسازیم رنگو و بعد حلال اون رنگم دوباره آبه. یعنی وقتی که ما داریم نقاشی میناکاری انجام میدیم به وسیله به کمک آب اون رنگ رو حل میکنیم و روی ظرف نقاشی میکشیم. بعد که ما این ظرف و نقاشی کشیدیم، جالبه این میناکاری اینه که وقتی که ما داریم ظرف و نقاشی میکنیم اصلا دستمون نباید رو رنگ بره، چون رنگ پاک میشه. یعنی اینجوریه. بعد به اصطلاح میناکارا و کسایی که تو کار میناکاری هستن میگن وقتی که نقاشی مینا انجام شد میبریم کوره که این رنگ پخت بشه. و جانبی و قشنگ مینا اینه که وقتی که رفت کوره این رنگ براق میشه و وقتی که از کوره اومد بیرون با هر چی، با یک وسیله نکتیزم حتی اگه بدون این رنگا بکشی، این رنگا که پاک نمیشه و یه جورایی ماندگاره، سالیان سال ماندگار و هیچ اتفاق براش نمیافته. بعد به خاطر همین یک هنر اصیل و قدیمیه و میناکاری یک هنری که سابقه 5000 ساله داره. که من اتفاقا برای این لایو رفتم یه سرچی کردم که خورده ببینم مثلا میناکاری چجوری، میگفتن نوشته بود اوج شکوفای میناکاری تو دوره سلجوقیانه و من برام جالب بود که چقدر اون موقع بازوق بودم و اینقدر به هنر و هنرمند اهمیت میدادن که این هنر رو واقعا شکوفا کردن. و مهدش هم که اصفهانه، اصفهان نصف جهانه. تو گذاشتن میناکاری، یعنی این یه فلسفه خاصی داره برای این قضیه یا نه همینجوری یک اسمه؟ نه انگار فلسفه خاصی هم نبود. اتفاقا خیلی از من میپرسن میگن چرا مینا، چرا مثلا یه اسم دیگه ای نه؟ گفتم نمیدونم، حالا شاید مثلا کسی که این کار انجام داده شاید اسمش مینا بوده یا مثلا ده شاید همین جوری مثلا ده برای اینکه به این کار بیا مثلا اسم این کار انتخاب کردم. اگر فلسفه خاصی نبود، یعنی من تا حالا، البته بگم من تا حالا به فلسفه خاصی نرسیدم که الان بخوام مثلا ده بگم، یعنی جای چیزی نگفته بودن که چرا اسمش میناکاریه. درسته. ولی من خیلی تو صفحه تو رو رفتم گشتم، خیلی میدونی دیگه کلی توی مدت با هم حرف زدیم گپ زدیم قبل از این لایو. الان میخوام بدونم ارتباط شخصی تو با میناکاری چیه؟ یعنی چون تو در حال از بچگی به این کار علاقه من نبودی، یعنی چیزی نبوده که تو از بچگی بگی من میخوام مثلا میناکار بشم و این کار رو انجام بدم به طور جدی. تو در حقیقت زمانی که نتونستی کار پیدا بکنی، اونجوری که من متوجه شدم دیگه از همه جا ناامید، سراغ میناکاری رفتی. چرا میناکاری؟ یه خورده راجع به اصلا شروع ارتباط خودت با این قضیه میناکاری و این چیزا برای من توضیح بده و چرا این کار رو انتخاب کردی؟ خب بانا جا اجازه میدی که من یکم در مورد شرایط فیزیکم صحبت کنم؟ بعد درست یکم بیماری ما توضیح بدم. من 9 سالگی که دچار دیستروفی عضلانی شدم، خب همینجوری درس خوندم و اومدم، اگر خیلی علاقه داشتم به درس اومدم رفتم دانشگاه با کلی عشق علاقه درس خوندم. مثلا خب خیلی تعدد امکانات، وجود پله ها، نمیدونم اینا رو یه جورایی به قبولوندم به خودم، یعنی قبول کردم این شرایط رو، رفتم درس خوندم با کلی انگیزه. اینکه وقتی که درس میخونم بعدش به صورت یکم مستقل بشم، اگه حداقل از نظر فیزیکی وابسته هستم حداقل از نظر کاری درآمدی مستقل بشم. بعد یک روحیه دیگه هم که من دارم اینم که باید تو اجتماع باشم، باید کانتکت داشته باشم با آدم، یعنی باید با آدم ها در ارتباط باشم و اگه در ارتباط نباشم واقعا این منو ناراحت میکنه، افسرده میکنه. بعد از اینکه درسم رو خوندم تموم شد، خیلی خب دنبال استخدامی رفتم. متاسفانه یکی از شرایط، خب من رشتم بانکداری بود دیگه، یکی از شرایط استخدامی بانک سلامت جسمانی کامل بود. یعنی این شرایط باعث شد من و امثال من از این کار محروم بشیم. اینجا دلیلی نداره. آره من چون
نمیفهم اینجا در استرالیا یا در آمریکا تو افرادی رو میبینی که اصلا شاید عقب موندگی شاید ذهنی دارن، یا افرادی هستن که در حقیقت اوتیستیک هستن، اوتیزم دارن، دارن کار میکنن، افراد معلولی که ویلچر نشین هستند. بله خب اصلا دلیل نداره، چون من درسشو خوندم، من جز دانشجوی امتیاز بالا یعنی با معدل بالا فارغ التحصیل شدم، جوری نه یعنی از پس این کار و این مسئولیت برمی اومدم و اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم ببینم اون کسی که این شرایطو گذاشته واقعا بر چه اساسی گذاشته، یعنی منو ناتوان دیده، یعنی اگه من ناتوان بودم خب در همه مراحل ناتوان بودم، نمیتونستم دانشگاه برم، نمیتونستم خب مثلا الان این کاری که دارم انجام میدم خب نمیتونستم تو این رشته خودم هم دوباره میناکاری موفق بشم، در صورتی که من اینو ثابت کردم که الان که اومدم تو میناکاری موفق شدم و خیلی ها دیگه اسممو میارن میگن پریسا طاهری که میناکاری انجام میده، پس من میتونستم استخدام شم. حالا لوای اون کار که استخدام نشدم و اون روحیه‌ای که داشتم باید ارتباط برقرار میکردم، من به نقاشی از بچگی خیلی علاقه داشتم، بعد دوباره متاسفانه اومدم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم برم کلاس نقاشی، بعد هر چه سراغ گرفتم پله داشت، پله هم که یه جورایی منافات داره با ویلچه، خیلی خوب سخته، اینقدر رفتم اومدم صحبت کردم که حداقل کسی بیاد تو خونه من آموزش بده، دوباره نشد. میدونید این چیزا که من دارم میگم خیلی ریشه‌های فرهنگی داره، ببین مثلا یک مربع قبول کنه بخواد بیاد تو خونه خب چی میشه، خب شرایط منو که دیدین که من اومدم پله بوده نشده بیام مثلا تو مکان، خب شما بیا تو خونه آموزش بده، نشد. ولی خب کلا من آدم نیستم که بگم خب نشد دلش کن، من واقعا به نقاشی علاقه داشتم. یک سال عید بود یک نمایشگاه برگزار شد، من تو نمایشگاه شرکت کردم، یعنی کلا آدم فعالیم، آدم نیستم که جایی نرم، همیشه فعال بودم. من خیلی برام جالب بود، یک دوست داشتم اونم دیستروفی بود و کار میناکاری انجام میداد، کار میناکاری که انجام میداد یعنی من میناکاری تو بدون نقش جهان اصفهان خیلی دیده بودم، ولی واقعا فکر میکردم شاید من نتونم انجام بدم، چون خب سراغش نرفته بودم دیگه، فکر کردم مثلا دسته قوی میخواد، که متاسفانه من با توجه به شرایطم محدودیت حرکتی دستام هم دارم دیگه، دیستروفی یک جوری که همه بدن رو در بر میگیره. بعد من رفتم دیدم این دوستم که شرایط منو داره و این کارو داره انجام میده، خیلی خوشحال شدم، گفتم خب مثلا کی بهت آموزش داده چه جوری، یک مربی معرفی کرد دیگه، من با اون مربی صحبت کردم و دوباره اون مربی هم دوباره گفت بیایید تو کارگاه خودم آموزش ببینید، رفتیم بریم کارگاه خودش، دیدیم ای وای من طبقه بالاست، نمیشه که رفته با دوباره وجود پله، دوباره یه چند ماهی من صبر کردم اینا، دیگه دوباره با همون مربی صحبت کردیم، گفت خب باشه من میام آموزش میدم. واقعا این مربی هم الان میخوام ازش تشکر کنم، خیلی با همون راه اومد مثلا که بخوام اینا آموزش ببینیم، یعنی من 2 سال داشتم آموزش میدیدم، خب جوری نبود که من هفته هر روزش رو بخوام برم و بیام مثلا آموزش ببینم، یواش یواش آموزش دیدم، یعنی 2 سال طول کشید. بعد دیگه وقتی که رفتیم اولش گفتم وای چقدر خب سخته، میدونین آخرش قلم و دست گرفتن، این که بتونیم این رنگ زمینه که آخه میدونی هر کار فوتوفنی داره دیگه، رنگ زمینه که ما میخواییم به این ظرف بزنیم اگه یک کوچولو بیشتر بشه به رنگ توی کوره میسوزه، باید مثلا جوری باشه که این غلظت رنگ که داریم به این ظرف میزنیم کم و زیادش تو دستمون باشه، یا مثلا اگه یه ظرف یا کم رنگ بزنیم اصلا رنگ نمیگیره میپره، اینجوریه. بعد که ما رفتم و دیگه اینا یه جورایی میدونی دستمو هدایت کردم، قدرت دستمو هدایت کردم و دیگه خدا را شکر تونستم این کار رو انجام بدم. بعد خب خیلی خوب بود، خیلی اطرافیان تشویق کردن و میبینی الان خودت چه ذوق میکنی، این ذوقی که شما میکنی و شاید اکثر که کار منو میبینن این ذوق میکنن، خب به من انگیزه میدم مثلا اگه من نتونم این کارم انجام بدم با توجه به انرژی مثبت اطرافیان پیش خودم میگم نه پریسا سعی کن، تو سعی کن که این کارو انجام بدی و بعد ببینم چقدر راحت میشه انجام داد.
اوکی. دیگه این بود پیشینه که رفتم به سراغ میناکاری و واقعا خیلی خوب بود، خیلی کار خوبی رفتم. خیلی کار خوبی رفتی، به خاطر همینه که الان اینجا ما داریم گفتگو میکنیم دیگه، نه و به خاطر انقدر مستمر بودن توی کاری که داری انجام میدی، و واقعا به تبریک میگم. دوست داری راجع به بیماریت یه خورده توضیح دادی، ولی دوست داری یه مقدار اطلاعات بیشتر بدی یا آره من کلا دوست دارم راجع به بیماریم خیلی صحبت کنم. میدونی چرا برنا؟ من چقدر؟ جونم بگو. فقط من سوالام زیاده، ما یک ساعت بیشتر فرصت نداریم، خودت منیج بکن که بتونیم به همه سوالا برسیم. برو عزیزم. آره بذار برات بگم، بیماری دیستروفیک بیماری ناشناخته است و متاسفانه آدم ها اطلاعات کمی راجع بهش دارن. من موقعی که درگیر این بیماری شدم هیچ کس نمیدونست این بیماری چیه. پیش خیلی دکترها رفتیم و دکترام ما اول میگفتن نمیدونیم، یعنی واقعا اصلا نمیدونستن چیه و متاسفانه تعداد زیادی در بر میگیره. دیستروفی یک بیماری ژنتیکی پیشرونده هست. حالا یعنی چه؟ در اثر کمبود یک نوع پروتئین توی عضله های بدن ما، کسایی که دیستروفی دارن باعث میشه که عضله های بدن به مرور تحلیل برن و جاشو بافت چربی بگیره. به خاطر همین کل بدن در بر میگیره. ببین مثلا ده عضله همه جای بدن دیگه وجود داره دیگه، یه از دستا، پاها، کمر، لگن، نمیدونم حتی قلب، شش، ریه، همه رو در بر میگیره. و کسی که دچار بیماری دیستروفی میشه هم از نظر فیزیکی آسیب میبینه هم از نظر روحی آسیب میبینه، چون ما هر روز صبحی که بلند میشیم با یه نتونستن تو بدنمون مواجه میشیم و این نتونستن اول باید خودمون درکش کنیم، خودمون هضمش کنیم و بعد به اطرافیان انتقال بدیم که بله من اینو نمیتونم. و بعد اطرافیانم دوباره براشون سخته، مثلا میگن تو که این کارو میتونستی تا دیروز انجام بدی، چرا نمیتونی امروز انجام بدی؟ و بعد من میگم خب نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی من خودم وقتی که تا دقیقه 90 تا لحظه آخر پله میتونستم برم پایین، دفعه آخری که رفتم پله پایین توی زانوهام به اصطلاح خالی کرد، خوردم رو پام زمین و این آخرین پله پایین رفتم بود. یعنی میخوام بگم بیماری خیلی سختیه و متاسفانه درمانم نداره، نه تنها ایران که هیچ کجای جهان درمان نداره و کسی که این بیماری ها داره واقعا خیلی شرایط سخت داره. اشاره که هیچ کس دچارش نشه. مرسی عزیزم. آره واقعا هیچ کس، امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی تو روی این بیماری رو هی داری کم میکنی دیگه با کاری که داری انجام میدی. آره من سعی میکنم که حداقل روحیه‌مو حفظ کنم، هرچند واقعا سخته. یعنی من دوست ندارم شعار بدم بگم همه چی گل و بلبل، واقعا بیماری سختیه و واقعا کسی که این بیماری بتونه باهاش منیج بشه، یعنی جور بشه، خیلی باید از نظر روحی خودش رو تقویت کنه. من خیلی وقت خیلی با خودم صحبت میکنم، میگم پریسا درسته این سخته، اینجوریه اونجوریه، ولی باید بری، باید پیش بری، چه برای خودت، چه برای اطرافیان، چه برای خانوادت. و سعی کردم هرچند سخت بوده. بله 100%، ماها قطعا نمیتونیم درک بکنیم. من خودم میتونم یاد بگیرم یا متوجه بشم که تو داری چی میگی، ولی خب قطعا نمیتونم با همزاد پنداری بکنم چون در شرایط تو واقعا نیستم، ولی خب خیلی میتونم از منشت یاد بگیرم. پریسا تو آذر ماه، طبق اون چیزی که به دست من رسید، در آذر ماه یکی از اثرهای تو در بین 1800 اثر رسیده به جشنواره ملی هنری. ملی هنری چی بود اسمش اون جشنواره؟ همام. همام بله، همام یعنی همت، اراده، موفقیت. خب من دفعه اول داشتم میخوندم، من نمیدیستم چی معنی هستش. و کار تو جز به 170 اثر فاینال بود. الان اون هیچ متوجه شدی برای چی کار تو هم انتخاب شد، یا اینکه چه ویژگی داشت که اصلا کار تو رو پذیرفتند؟ آره اتفاقا برای من جالب بود. چند ماه قبل از ماه آذر به همون گفتن که اثراتتون رو عکساشو بفرستین داوری میشه. من چند تا عکس اثرامو فرستادم، بعد به هم زنگ زدن که بله خانم طاهر اثر شما پذیرفته شده و اثر رو بفرستین بیاد و اگه خودتونم تونستین برای افتتاحیه بیاد.
بعد دیگه اثر که فرستادم، خب میدونین من یک قاب میناکاری بود که یک صلوات وسطش نوشته بود، دوباره اون خط خوشنویسش هم صلواتش هم یه جورایی یه امضای خود خوشنویس بود، یعنی یک کار خیلی قشنگی بود. بعد خب چون میناکاری مختص اصفهانه، خیلی جاها این کار میناکاری خب انجام نمیدن و میناکاری هر جایی که بره براشون تازگی داره، یعنی براشون جدیده. ببین مثلا خیلی طراحی یا خیلی نقاشی خوشگلی هم تو نمایشگاه اومده بود، خب اونا همه مثلا توی یه رنج مثلا سبک بود، بعد میناکاری متفاوته. بعد خوبی میناکاری اینه که ظروفش هم قابل استفاده است، یعنی فقط تزئینی نی یا فقط مثلا برای دیوار اینا نیست، میشه ازش استفاده کرد. بعد دیگه حالا من خوشبختانه این شانس رو داشتم که داورا از بین این همه اثر، اثر منم قبول کنن. هر چند وقتی که من نمایشگاه رو رفتم، واقعا اثر کارا و بچه ها خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود، خیلی خوب بود، چون این یک نمایشگاه، نمایشگاه مخصوص توانیابان سراسر کشور بود، یعنی کسایی بودن که اونا هر کدوم به یک نحوی یک مشکلی داشتن، یعنی یه جورایی بودن، یا یعنی مثلا خیلی بودن که با دهن نقاشی کرده بودن، و برای خود من، خود نوعی که من واقعا ندیده بودم، خیلی قشنگ بود. یعنی احساس کردم که چقدر جای این کارا تو کشور ما خالیه، و این همام یک آغاز خیلی خوبی بود برای نشون دادن توانایی ماها، و کار خیلی بزرگ و خوبی بود، واقعا عالی بود. باریکالله. Well done. ببین چیزی که برای من بازی سوال پیش میاد الان اینجا اینه که شما از هر کار یه دونه کپی دارین یا نه، مثلا مثلا اگر اینو بگیری دستت، هی مثلا میتونی چند نمونه عین هم انجام بدی؟ نه اصلا کار ما که کپی نی، میدونی این کار ما درسته یک ریتم، یک قانون کلی داره، ولی خب میدونی سلیقه‌ای رنگ آمیزیش، سلیقه‌ای رنگ مندی مثلا ده. سوال من چیز دیگه یه میگم، تو اگر این رو میفرستی برای جشنواره فقط همین یه دونه است دیگه، نمیتونی عینش رو درست بکنی؟ منظور من اینکه مثلا چرا میشه سری درست بکنی ازش؟ بله میشه، به تعداد زیاد هم میشه درست کرد. اینو پرسیدم اینه که ببینم که الان این اون کاری که رفت برای جشنواره رو داری که بتونی به ما نشون بدی یا نداری؟ نه الان هنوز نزدم، ولی خب میشه بزنیم. اوکی. مثلا چون اون کار مثلا من بوده، خودم میتونم دوباره اون کار رو بزنم، به تعداد زیادم میشه زد. اوکی. ولی خب میشه که باید آدم یک کار دستی دیگه، ارزشش به همونه که خودم میزنم، مثلا هر کسی دست و هنرش مخصوص خودشه. مثلا ما خب پایین کارامون اسم و نام اثر هنرمند رو میزنیم، بعد مشخصه هر کسی ریتم کارش، هنر کارش مشخصه که مالکی هست، و این خاص بودن کار رو نشون میده. پریسا جان میخوام یه خورده حالا فضا رو عوض بکنم، یه خورده از این چیز صحبت بازم داریم، اینی که میخوام الان دوربینت رو اونوری بکنی، همون چیزی که بازاشیم تمرین میکردیم، و یک سری از کارهایی که دوست داری رو در حقیقت به ما نشون بدی. خودت این دوربین رو روی اونجا یک چیزی هستش که میتونی دوربین رو ریورس بکنی، برش بگردونی و آره برش بگردونم و بگیری دستت، و حالا راجبه هر آن چیزی که دوست داری در حقیقت نشون بدی و صحبت رو. باشه من الان برگردم، فقط قبلش بگم که من چون دستان محدودیت حرکتی داره، الان این کار رو میخوام بهتون نشون بدم، با اینکه پایه داره و بلنده، من برای کار کردن روی این واقعا سختم بود، یعنی واقعا زیر دستم کتاب میذاشتم که یکم دستم بیاد، چون من دستم از موج باید حتما تکیه بدم به میز و این کار رو انجام بدم، و این کاری که من الان انجام دادم برای خودم میدونم با چه سختی انجام دادم، خیلی ارزش داره. حالا انشاءالله که شما دوست داشته باشید. ببین این پیداست که کلن قدش هم بلنده، و اینو بهش میگن گزخوری، و داخلش هم میشه گز گذاشت، یعنی میشه استفاده کرد. خب ما استان اصفهان برای جهیزیه دخترها خیلی از این کارا جهیزیه میدن و واقعا عالیه. واو. من
آره ببین مثلا من اصلا دستم به این بالا نمیاد، یعنی ببین باید کمک بکنم به دستم تا بخواد این بالا بیاد. بعد فکر کنم مثلا قلمو رو چجوری آدم باید دستش بگیره و این کار رو انجام بده، خیلی سخته. این ضعفای پایدارم هست، مرسی، این ضعفای پایدارم هست. اینم خب اینا خیلی خوشگله، اینا هم برای حفظ سن استفاده میشه و هم برای حتی یکو مثلا تو اینا بخوای آدم بستنی بخوره، کیف بستنی خوردن چند برابر میشه. این و الان دارم این گلدون رو کار میکنم، میبینیم پلاستیک کشیدم برای اینکه اصلا اگه دست به این کار زده بشه این کار پاک میشه. و من مثلا خود من که الان قدرت حرکتی دستام خوب کمه، باید جوری این گلدون رو هدایت کنم، مدیریت کنم که هم دستم بتونم نقشه رو باهاش بکشم و هم این که این ناپاک نشه. نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی واقعا کار سختیه. چرا تعریف نکنی؟ برای چی اصلا اینی که نمیخوام از خودم تعریف کنم نداره، باید از خودت تعریف بکنی و عالیه و شاهکاره. خب بگو، تو توضیح بده. آره خب بعد الان این زب هم گذاشتم که بهتون نشون بدم که وقتی که من گفتم لعاب میخوره اینجوری لعاب میخوره، اکثرا فکر میکنن اینا چینیه، نه سفیده، فکر میکنن چینیه. در صورتی که لعاب خورده و ما داخلش رو مثل این نقاشی میکشیم، یعنی این بالا و پایینش هم نقاشی نشده، اینا کامل نقاشی میشه و بعد میره کوره. من الان بعد خوبیه کاریم اینا اینه که تنوع متنوعی داره. ببین مثلا این پروانه ها خیلی همه دوست داشتن، به دیوار میخوره، قاب میشه، خیلی کار قشنگیه اینا برای تزیین. من الان یک ظرف مسی هم گذاشتم تا ببینن همه که این ظرف مسی متریال اصلی میناکاری، این ظرف مسی هست. در صورت که ما الان خودمونم هم این ظرف مسی میشه استفاده کرد، بعد که لعاب میخوره اینجوری میشه و بعد ما نقاشی میکشیم اونجوری میشه. خیلی ها فکر میکنم بعد این ظرف مسی خیلی ارزش داره، خیلی ارزشمنده. من این ظرف تو رو من مامانم برام از ایران آورد، قشنگ رو میزمه، بذار بهت نشون بدم. آره دقیقا. حالا فکر کن برنا اینو لعاب بزنم و بعد من نقاشی بکشم، خب خیلی خوشگل تر میشه دیگه. آره خیلی، چه اتفاق باحالی، باریکلا. آره نه من خیلی، خب میگن چینی این ظرفا، میخوام نشون بدم که نه این متریال اصلیش مسه، ولی وقتی لعاب بزنن سفید میشه، فکر نکنن چینیه، واقعا مسه. یعنی وقتی که این ظرف بخوره زمین هیچ اتفاقی براش نمیفته و ارزشمندی کار مینا به خاطر همینه. پریسا یه خورده بیشتر راجع به این کار بیار، یه خورده دوربین تو این ورتر که میدونم برات سخته که این وسط باشه، یه خورده ببر بالاتر دوربین و راجع به این کار بسیار زیبا با من حرف بزن. خب من این کاری که نقاشی کردم، هر که ما مثلا دیتیلش هم بده خوبه، الان اینجا خوبه، شاید خوبه اوکیه. آره خوبه، خیلی 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 خوبه. بعد جالب اینه که ما اینه که طراحی میکنیم بخار میدیم، بعد که بخار دادیم خیلی قشنگ بخار قشنگ در میاد و بعد میدیم کوره. یعنی این میناکاره خیلی مراحل داره، هر کدوم این طرح و نقشه که روی این کار میبینی واقعا زمان میبره و واقعا خیلی ظریف کاریه. میتونی حالا بیاریش جلو ما ببینیم اگر برات راحته که دیتی، یعنی بتونیم قشنگ اون نقش هایی که روش زدی رو بتونیم الان دقیقا. آره ببین مثلا این خب سنگینه، واقعا من یه دسته نمیتونم بلندش کنم، یعنی اصلا دستم قدرت نداره من بخوام اینو بلندش کنم. بعد این کاری که انجام دم تا اینجاش انجام میدیم، بعد پایه انجام میدیم که پایه آخر دست باشه. و واقعا این دست گرفتم برای من چون دستم محدوده خیلی سخته، ولی خب خیلی دوستش دارم، کلا من عاشق این کارم. خیلی نقشش پیدا هم. آره خیلی زیباست. واو اینجا هم اسمم هم زدم، پریسا طاهری. واو بسیار ممنونم. بسیار زیباست.
بعد اینا تازه قابل شستشو هم هستا، یعنی اگه بشوریم هیچ اتفاقی براش نمیفته و این رنگ هم نمیره. بسیار زیباست، خیلی ارزشمندیه دیگه. خیلی زیباست. معلومه من هی دارم نگاه میکنم که هم مطمئن بشم داره زفت میکنه. کار دیگه ای رو میخوای به نشون بدی یا اینکه الان خسته شدی میخوای ادامه سوال ها ازت بپرسم؟ چی ترجیح میدی عزیزم؟ کار دیگه که الان یه چند تا کار زدم به دیوار خودم، این قابا هم نشون بدم که من ببر بالا بالا بالا، دورمین کلش رو ببر بالا، آره خوبه. بالاتر بالاتر، کله دوربین ببر بالا، ببر این ورتر. نه نه نه، اون ور اون ور اون ور. خوبه، آره اینم قاباشه که همیشه به دیوار زد و همیشه استفاده کرد ازش، باریک الله، همین رو میخواستم نشون بدم، چیز خاصی نه. بسیار بسیارم قشنگ. خب الان میتونیم دوباره برگردیم به همون بله الان هم بله. زمان، عجله نکن، هر راحت کارتو انجام بده. الان دوباره دوربین کار گذاشتم. عجله نکن، هر همون چی، فقط سر دوربین یه خورده بالاتر بیاد و عقبتر بشین. خوبه؟ یه خورده برو عقبتر، یه کوچولو برو عقبتر. خوب شد؟ الان خوبه ازم؟ آره الان خوبه. خیلی ممنون، بسیار واقعا لذت بردم از این توری که به همه ما دادیم. مطمئنم خیلی از آدم هم لذت الان دارن میبرن، خیلی بدن هم لذت هم خواهد برد. من نمیتونم منکر این بشم که رفتار رو عمل مردم با افرادی مثل تو و یا افراد خاص و یا حالا کسایی که مثلا همونجوری گفتم اوتیستیک هستند، رفتارهای عادی و نرمالی در ایران نمیشه. یعنی این رو من میدونم، من وقتی گفتم میخوام با تو گفته بکنم خب خیلی پیغام گرفتم و متاسفانه چون از صفحه خودم نیست نمیتونم بهشون دسترسی داشته باشم. ببین، کار شما یا افراد مثل تو جایی سخت میشه که اون فرد و یا افراد رو به عنوان یک فرد معلولی که هنرمند هست نگاه کنند. یعنی من فکر میکنم تو این رو نمیخوای، میخوای که دوست داری کارهات رو بر اساس کارهات قضاوت بکنن، نه اینکه چون یک فرد حالا معلول این کار رو انجام داده خیلی الکی پشتمانه بی ربط به این آدم بدن. و میگم این قضاوت در حقیقت به این صورت رو تو دوست نداری. برخورد تو چیه؟ مشکل اساسی چیه با افرادی که تو رو میبینن و این عکس العمل رو نشون میدن؟ در هر حال تو همچنان داری تجربه میکنی دیگه. دقیقا من اتفاقا تا بیرون دیروزم که بیرون بودم، یک دوستی که ویلچر منو هول میداد گفت چقدر نگاه آدما متفاوته، یعنی اول ویلچر دست نزد نبرد، بعد که اومد پشت ویلچر من قرار گرفت گفت پریسا چقدر نگاه میکنن. گفتم متوجه شدی؟ یعنی واقعا نگاه ها آزاردهنده هست. شاید برای من الان دیگه عادی باشه، البته هنوز گاهی عادی نیست، هنوز گاهی وقتی که نگاه ها هست، بعد اون نگاهی که نگاه دلسوزانه، نگاه ترحم باشه، آدم رو میدونه از درون داغو میکنه. شاید آدم به ظاهر، مثلا من خودم سعی میکنم یه لبخند بزنم، میگم خب من که نمیتونم الان بیستم با این فرد بحث کنم، میگم تو چرا نگاه میکنی، میتونم یه لبخند بزنم و رد بشم، ولی واقعا نگاه کردن آدم رو اذیت میکنه. اینکه به قول شما قضاوت میشیم فقط و فقط به خاطر شرایطمون، یعنی خودمون رو نمیبینن، شرایط رو میبینن. به خصوص فردی که رو ویلچر نشسته، اول به واسطه ویلچرش قضاوت میشه و بعد به واسطه خودش، انسان بودنش، حتی آدم بودن. یعنی اصلا اینجوری نیست که منو به خاطر خود پریسا قضاوت کنن، منو به عنوان پریسای معلول قضاوت میکنن. و این قضاوت خیلی میخوام، مثلا خیلی وقتا شده که من خواستم تو رو خودم نیارم، خب سعی کنم با این کلمه معلولیت که اینقدر بار منفی داره برام کوتاه کنار بیام، ولی بعد دیدم آخرش نمیشه، آخرش
گاهی آدم خسته میشه، میگه خب چرا باید من مثلا ده این معلول دنباله اسمم باشه، و یا به عنوان یک از ویژگی هم که یعنی خواه ناخواه دیگه هست یه جورایی مثلا مثل پریسا پسوند شخصیت من شده دیگه. آره آره نه میفهمم. مشکل رو من هنوز نگفتی. خب در حال تو الان عادت کردی، چجوری این فرهنگ رو تو خود جا میندازی به عنوان یک آرتیستی که حالا ناتوانی جسمی هم داره؟ تو چی کار میکنی که این رو درست بکنی؟ تو برخورد تو چجوری هستش؟ چون یک لبخند که خب چیز رو درست نمیکنه، تو چجوری آدم نه خب ببین، من منظورم لبخند اینه که سعی میکنم بد برخورد نکنم، چون به این درک رسیدم که خب شاید آدما دوست دارن این شرایط رو بدونن. ببین من الان خیلی شرایط خوب شده، چند سال پیش که بیرون میرفتم آدما مثل اینکه از ویلچرم حتی میترسیدن نزدیک بشن تا اینکه برسه به کمک کنن. خب من فکر کردم خب شاید برخورد فردی که رو ویلچر بوده اینو به آدما داده که نباید نزدیک بشی، ولی من مثلا اگه کسی بیاد نزدیکم به یه خانم کمک میخوان یا نه، با کمال می قبول میکنم. اگه نیاز به کمک داشته باشم میگم بله کمک بدین، و اگه نداشته باشم میگم نه الان اینجا نیاز نیست کمک بدم. و من فکر میکنم اگه من نوعی که با این شرایطم برای آدما توضیح بدم، درسته خیلی نمیشه توضیح داد، ولی یه توضیح مختصر بدم، نه اینکه بد برخورد کنم، اخم کنم، ناراحت بشم. من وقتی که با یه کسی دیگه که رو ویلچر بود برخورد کنه، میگه خب پس برم نزدیک کمک بدم. یعنی میدونی خیلی آدما فکر میکنن که ما ناراحت میشیم یا مثلا شاید به همون بر بخوره. نه اشکالی نداره، واقعا خیلی جاها هست که به خصوص تو ایران، حالا من که کشور خارجی نمیدونم، همه جا پله هست و واقعا ما نیاز داریم که مردم بیان و کمک بدن. اینجوری نیست که مثلا این پله رو خب چیکار کنیم، باید کمک بدن دیگه. بعد الان مشکلی که گفتی مشکلات زیاده، ما عمده ترین مشکلمون این نبودن مناسب سازی پله هاست و نبوده رفت و آمد، و این که مثلا ماشین مناسب سازی دوباره نیست برا ماها. یعنی ما هر جا خواستیم بریم فقط و فقط به تکیه خانواده است. یعنی اگه خانواده نتونن یه جایی که ما خواستیم بریم ببرتمون، ما تو خونه ایم. یعنی چیزی نیست، چیزی به اسم حقوق شهروندی نیست که مثلا ده من اگه بخوام الان برم بیرون از خونه یک ماشینی باشه، یعنی یکی ماشین عمومی مثل اتوبوس نمیدونم تاکسی باشه تا من بتونم از اون کمک بگیرم. نه اینا وجود نداره و همه رو دوش خانواده هست. حالا تو این اینا رو که بخواید صحبت بکنیم، نمیخوام تا صبح طول میکشه با من راجع به این اینقدر مشکلات در اونجا زیادی که آدم یه چیز رو درست میکنه یه چیز دیگه میزنه بیرون. یعنی اصلا آره دقیقا من زیاده، مخصوصا برای افرادی مثل شما که کاملا من میفهمم تو چه وضعیتی هستین. ببین ارگان یا دولتی به شما کمک میکنه مثلا اگر تو بخوای یه نمایشگاهی رو برگزار بکنی از همین کارهایی که داری انجام میدی، حتی در حد یک اتاق؟ یعنی خب مثلا شهرداریه یا مثلا جایی که بگی که آقا من الان مثلا 20 تا کار درست کردم، یه اتاقی رو به ما بدین که یا مثلا چند تا از شماها که همین مشکل رو در حقیقت دارین تو یک جایی رو برای شما در نظر بگیرن که مثلا 10 نفر بشین، بعد کاراتون رو برین بذارین. اگر این درخواست رو بکنین، آیا ارگانی هست یا مؤسسه‌ای هستش که بگه بله ما 2 تا اتاق رو در اختیارتون مجانی مثلا قرار میدیم، مجانی ها، که شما در حقیقت بین این کار رو انجام بدین؟ خب ببین من تا حالا این درخواست رو نکردم. میدونی چرا؟ چون من همیشه دعوت شدم، جوری نبودی که بگم مثلا خودم بخوام برم این درخواست رو بدم. مطمئنن با توجه به شرایطی که حالا مثلا به نوعی پریسا طاهری تو این شهر میشناسن، من از شهرداری بخوام این مکان رو در اختیارم بذاره، در اختیار میذاره. ولی ببین متاسفانه مکانی نیست که مناسب شرایط ما باشه، همش یا پله میخوره میره بالا یا پله میخوره میاد پایین، یا یک جایی که مثلا تو یک مکان مثلا شاید مناسبی نباشه، شاید مثلا تو گذر مردم نباشه اون مکانه. خب خیلی به خود حالا شاید برای کسی دیگه نه، ولی برای من نوعی مهمه که این مکان از همه نظر ایدئال باشه، چه از نظر مناسب سازی و چه از نظر مکانی که قرار داره.
میگم شاید شهرداری بخواد این مکان رو در اختیار بذاره، ولی مکان مناسبی نداره که در اختیار بذاره. ما اینجا تو شهر خودمون، خب من شهر رضا هستم، یه شهرستان کوچیکیه، یه نگارستان داریم که اونم 20 پله میخوره میره پایین. یعنی هر دفعه من خیلی دوست داشتم که قاوه میناکاریمو درست کنم و به دیوار بزنم. خب اونا نگارستان لامپاچیز داره دیگه، مخصوصه، ولی دیدم خب پله داره و من اصلا میدونی جوری هست که ما نمیتونیم این درخواست رو داشته باشیم. یعنی از کل از بیخوبون اصلا نمیشه این کارا، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنیم چون نمیشه. خیلی خیلی متاسفم، ولی واقعا امیدوارم که درست بشه. نسل بعدی که میاد امیدوارم که این اتفاقات واقعا اتفاقات درست بکنن. خیلی 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 با بودن در این لایف لذت بردم، یاد گرفتم، بسیار بسیار ازت ممنونم. دوست داشتی گفتگومونو؟ گفتگوی خیلی خوبی بود و میدونی بارنا من کلن پیجی که زدم توی این استاگرام بیشتر بیشتر برای فرهنگ سازی زدم. یعنی من الان چند سال فهمیدم اونی که فرق نمیکنه چه مسئول چه آدمای دیگه، باید فرهنگ درک کردن شرایط ما رو داشته باشن. من خیلی جاها میرم که کاری به مسئول نداره، ولی اون آدما هستن که مثلا با درک نکردنشون، با بی فرهنگیشون باعث اذیت ما میشن. ببین مثلا یه مثال برات بزنم، وقتی که ما جاهای پیاده روها میریم جلوش مانع هست، خب بعد این مانع رو میگیم چرا زدیم، ما که نمیتونیم با ویلچر رد بشیم. میگم برای اینکه موتور سوارا میرن. خب ببین اگه اون موتور سوار این فرهنگ و درک رو داشته باشه که به حقوق شهروندی خودش قانع باشه، خب این مانع زده نمیشه و ما راحت میتونیم. یعنی این فقط من نمیخوام بگم کار به مسئولین داره، ما هر کدوم از آدما تک تک اگه بتونیم حقوق شهروندی همدیگه رو رعایت کنیم، اگه به دیگران احترام بذاریم، خیلی خوب میشه، خیلی شرایط بهتر میشه. و من امیدوارم روزی بشه که متاسفانه معلولیت و شرایط ما جوری نیست که ریشه کن بشه و نباشه، یعنی نسل به نسل وجود داره. امیدوارم روزی برسه که این نسلی که میاد و همه شرایط درک کنه، که وقتی که من نوعی کنارشون هستم مثل اونا دیگه باشم، یعنی شرایط برام واقعا مهیا باشه. مرسی، اللهی به خوبه. خیلی ممنون از تو و اینکه بسیار ممنون از همه شما که نگاه کردین ما رو. همچنین که گفتم اگر دوست دارین میتونین به پیج پریسا برین و بسیار بسیار لذت بردم. وقت همتون بخیر، وقت تو بخیر پریسا جان، خوب باشی و بزنی. مرسی، ممنونم، مرسی، قربونت بانو جان، موفق باشی، فدا. مرسی همه عزیزانی هم که لایو دادن، ممنونم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.